در اولین ساعات 13 آگوست 1961 کارگران ساختمانی آلمان شرقی با پشتیبانی پلیس و سربازان شروع کردند به تخریب خیابون‌ها و برپا کردن موانعی در شهر برلین و حومه اون. این روز سرآغاز یک جدایی بزرگ بود. دیوار برلین. ساختن دیوار تا یک دهه بعد ادامه پیدا کرد. از بین محله‌ها گذشت و خانواده‌ها رو جدا و نه تنها آلمان بلکه همه دنیا رو به دو بخش تقسیم کرد. سلام، من محسن هستم و خوش اومدیم به این برنامه از ژو پادکست. برای اینکه دقیقاً بدونیم که چه اتفاقی در این دوره افتاده، بیاین تا با هم برگردیم به جنگ جهانی دوم. امریکا، بریتانیا و فرانسه به همراهی شوروی سابق علیه دولت‌های محور یا مرکز بسیج شدند. بعد از شکست آلمان نازی، هر کدوم از این کشورها بخشی از خاک آلمان رو به تصرف درآوردند. این تقسیمات قرار بود موقت باشه، اما بین علما برای برنامه‌های اروپای بعد از جنگ اختلاف نظر وجود داشت. قدرت‌های غربی تبلیغات لیبرالیستی و با جهتگیری اقتصاد آزاد رو شروع کرده بودند و اما اتحاد جماهیر شوروی داشت تیم خودش رو با کشورهای کمونیستی مطیع می‌بست. نتیجتاً به یه آلمان تضعیف شده نیاز داشت. وقتی اختلاف بالا گرفت، آلمان رسماً دو شقه شد. جمهوری فدرال آلمان در غرب شکل گرفت و شوروی هم جمهوری دموکراتیک آلمان رو در شرق تأسیس کرد. کشورهای مطیع و نزدیک شوروی مناسبات و تجارت با غرب رو محدود کردند و یه مرز غیرقابل تردد مجازی شکل گرفت که به پرده آهنین معروف شد. مسائل خیلی پیچیده بود، به خصوص در برلین، پایتخت آلمان سابق. هرچند که شهر برلین تماماً در قلمرو آلمان شرقی و جمهوری دموکراتیک آلمان بود، اما طبق توافق قبل از جنگ متفقین میتونستن دولت مشترک داشته باشن. در نتیجه امریکا، بریتانیا و فرانسه منطقه دموکراتیکی رو در برلین غربی ایجاد کردند. رهبران آلمان شرقی اما با این مرز باز و تردد مردم شرق به منطقه غربی مشکل داشتند. اونها به حق خودشون به عنوان نماینده مقاومت کمونیستی علیه هیتلر اصرار داشتند و آلمان غربی رو ادامه رژیم نازی میدونستند. زمانی هم که امریکا و متحدانش داشتن پای ساخت و ساز آلمان غربی پول می‌ریختن، شوروی داشت منابع بخش شرقی رو به عنوان غرامت جنگ با خودش می‌برد تا اقتصاد خودش رو از قبل هم کمتر رقابتی کنه. زندگی در آلمان شرقی تحت نفوذ و نگاه استازی یا اشتازی جریان داشت. پلیس مخفی که ماموران شنود و خبرچینهاش شهروندان رو برای کوچکترین نشونی از خیانت زیر نظر داشتند. زمانی که در شرق مردم آموزش و بهداشت رایگان داشتن، غرب با افزایش حقوق مردم، کالاهای مصرفی بیشتر و آزادی‌های فردی بزرگتر پیش می‌رفت. تا سال 1961 حدود 3.5 میلیون نفر، یعنی حدوداً 20% جمعیت آلمان شرقی اونجا رو ترک کرده بودند که بخش بزرگی از مهاجرها جوانان تحصیل کرده بودند. برای جلوگیری از خسارت بیشتر، آلمان شرقی تصمیم گرفت تا مرزها رو ببنده و اینجا بود که دیوار برلین به طول 43 کیلومتر در برلین برپا شد. 112 کیلومتر هم دور تا دور آلمان شرقی ادامه پیدا کرد. مرز اولیه از جنس سیم خاردار و نرده آهنی بود. بعضی از برلینی‌ها از روی سیم‌های خاردار و بعضی‌های دیگه هم از پنجره‌های ساختمان‌های نزدیک به دیوار می‌پریدن و ازش عبور می‌کردن. اما با ادامه کار ساخت و ساز دیوار، فرار از روی اون
مشکل تر شد. تا سال 1965 106 کیلومتر دیوار به ارتفاع 3 متر و 60 سانتی متر ساخته شد که بالاش هم لوله های صیقلی تعبیه کرده بودند تا کسی نتونه ازش بالا بره. در سالهای بعدی دیوار با سپرهای میخدار، سگهای نگهبان و حتی مین تحکیم شد و به اینها 302 برج مراقبت و 20 سنگر هم اضافه کردند. حصاری رو هم موازی دیوار اصلی با فاصله 100 متری درست کردند که اسم مخوف نوار مرگ رو گذاشتن روی اون. نزدیک دیوار همه ساختمون‌ها رو تخریب کردند و زمین رو با شن پوشوندن تا ماموران برج‌های مراقبت دید بهتر و واضح‌تری داشته باشن برای شلیک به افرادی که در حال فرارن. اما با همه این تمهیدات باز هم بین سالهای 1961 تا 1989 حدود 5000 نفر تونستن از آلمان شرقی فرار کنن. بعضی از دیپلمات‌ها و ورزشکاران هم وقتی از آلمان شرقی به سفر می‌رفتن درخواست پناهندگی سیاسی می‌کردن. مردم عادی هم از راه‌هایی مثل حفر تونل زیر دیوار، شنا از طریق کانال‌های آب، پرواز با بالون و یا دزدیدن تانک‌ها و رد شدن از وسط دیوارها استفاده می‌کردند که همه این راه‌ها به شدت خطرناک بودند و در جریان این فرارها 138 نفر کشته شدند. شاید ممانعت از فرار با نگه داشتن نیروی انسانی بیشتر در آلمان شرقی به نوعی اقتصاد اونها رو تثبیت کرد، اما شهرت بخش شرقی خدشه‌دار و اون منطقه به نمادی از سرکوب کمونیستی بدل شد. به عنوان بخشی از همبستگی با شرق، پیمان اولیه 1972 آلمان شرقی رو به شکل واقع گرایانهی به رسمیت شناخت. کم کم نظام کمونیستی حاکم در شرق به خانواده ها اجازه ملاقات با بخش غربی رو داد، اما انقدر هزینه هاش رو براشون بالا برد و کاغذبازی های مرتبط رو فرسایشی و طولانی کرد که عملا مردم بیخیال این ملاقات ها بشن. اما باز هم میزان درخواست ها بسیار بالا بود. در پایان دهه 1980 آزاد شدن دیگر رژیم‌های بلوک شرق باعث تظاهرات گسترده دموکراسی خواهانه شد. در شامگاه 9 نوامبر 1989 آلمان شرقی تلاش کرد تا با صدور مجوز سفر تنش رو کاهش بده، اما کار از کار گذشته بود و شهروندان برلین شرقی خودشون رو به دیوار مرزی رسوندن. بعد هم فشار رو گذاشتن روی نگهبان‌های متعجب و دستپاچه تا فوراً درها رو باز کنن. درها باز شدن و خیلی مردم هیجان زده به برلین غربی وارد شدن. روی دیوارهای مرزی مردم شرق و غرب مشغول پایکوبی میشن و عده‌ای هم با هر چیزی که دم دستشونه شروع میکنن به تخریب دیوار. ماموران دیوار ابتدا به ساکن طبق دستور عمل کردند، اما چه میشد کرد که سالهای فراق و جدایی به سر اومده بود. بعد از 4 دهه آلمان رسما در اکتبر 1990 متحد شد و اتحاد جماهیر شوروی هم چند ماه بعد سقوط کرد. و اما امروز بخش‌هایی از دیوار باقی مونده تا بهمون یادآوری کنه که هر مرزی علیه آزادی ساخته و پرداخته بشه دوام زیادی نمیاره و میشه در هم شکسته. امیدوارم از دیدن و شنیدن این برنامه هم لذت برده باشین. سابسکرایب کانال ما رو فراموش نکنید و اگه دوست داشتین جو پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید. روز و روزگارتون خوش.